همراهان همیشگی کانال حکیم باشی، سلام. در این قسمت قصد داریم معجزه استفاده از معجون سیر و عسل در 7 روز را به شما بگوییم و در پایان این ویدیو روش تشخیص عسل طبیعی از تقلبی را با استفاده از کبریت و زرده تخم مرغ آموزش خواهیم داد. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه شوید. اما قبل از آن سپاسگزاریم از شما که با لایک و کامنت هایتان از ما حمایت میکنید. ترکیب سیر و عسل یک روش درمانی طبیعی برای رفع بیماری هاست. شما می توانید این ترکیب فوق العاده را در خانه تهیه کنید و تاثیرات شگفت‌آور آن را دریابید. سیر و عسل به صورت جداگانه هر یک خواص فراوانی برای سلامتی دارند، اما شما می توانید با ترکیب سیر و عسل درمانی شگفت‌انگیز برای ارتقاء سلامت پیش بگیرید. از این ترکیب می توان برای مبارزه با سرماخوردگی، آنفولانزا، سمزدایی بدن، تقویت سیستم ایمنی و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد. برای استفاده بیشتر از این فرآیند بسیار مهم است ماده تشکیل دهنده هر دوی آنها را با بالاترین کیفیت در دسترس داشته باشید. همچنین شما باید این درمان را در زندگی سالم خود انجام دهید. یکی از رایج ترین مواد طبیعی در سرتاسر جهان آشپزی سیر است. عطر و طعم آن به خوبی با ادویه‌های دیگر ترکیب می‌شود تا طعم غذاهای بیشماری را افزایش دهد. اما پیش از آن که یک حامی خوب در آشپزخانه باشد، سیر به دلیل توانایی که در از بین بردن بسیاری از بیماری ها دارد، قرن‌ها مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است. خواص دارویی آن می تواند برای مبارزه با التهاب، بیماری های مزمن و عفونت استفاده شود. بسیاری از خواص آن به دلیل وجود آلیسین است که یک ترکیب فعال است که به کنترل سطح کلسترول بالا، فشار خون و سایر شرایط مرتبط با سیستم قلبی و عروقی کمک می کند. همچنین برای درمان مشکلات هضم، بیماری های تنفسی و عفونت قارچی استفاده می شود. در واقع به علت اثرات ضد التهابی و محتوای آنتی اکسیدان، سیر مکمل خوبی برای درمان آرتروز، سرطان و دیابت است. کارشناسان تغذیه توصیه می‌کنند که برای جذب تمام مواد تشکیل دهنده آنها را به صورت خام بخورید. شما همچنین در تهیه این معجون به عسل احتیاج دارید. عسل باعث می‌شود که سیر راحت‌تر مصرف شود و تمام مزایای آن افزایش یابد. در ادامه می‌خواهیم تمام مزایایی را که با مصرف 7 روزه سیر و عسل به دست می‌آورید به شما بگوییم. معجونی که برای درمان بسیاری از بیماری‌ها شهرت جهانی دارد. فواید مصرف سیر و عسل به صورت ناشتا: گردش خون را بهبود می‌بخشد. ترکیبات گوگرد و سیر زمانی که با مزایای عسل مخلوط می‌شود برای سیستم گردش خون بسیار مفید است. هر دو این مواد برای جلوگیری از لخته شدن خون و اختلالاتی مانند ترومبوز و رگ‌های واریسی بسیار مفید هستند. کاهش فشار خون: فشار خون بالا یک بیماری است که میتواند سلامت قلبی و عروقی را تهدید کند. برای کنترل کردن آن به طور طبیعی سعی کنید هر روز سیر و عسل را با معده خالی مصرف کنید. یکی از بهترین روش‌های کنترل کلسترول خون استفاده از این معجون است. زمانی که شما سیر را خام مصرف می‌کنید، آلیسین ترشح شده از آن میتواند به جریان خون شما کمک کند و کلسترول اضافی را از بین ببرد. این یک راه حل عالی برای حفظ سطح تریگلیسیرید شماست. از دیگر فواید این معجون می توان به کاهش التهاب اشاره کرد. مطالعات نشان داده است که بسیاری از اختلالات مزمنی که افراد تجربه می کنند به علت عدم تعادل در بدن است که باعث التهاب می شود. سیر و عسل هر دو با التهاب مبارزه می کنند و به عنوان داروهای ضد درد طبیعی و برای کمک به وضعیت های مانند آرتروز، احتباس یا جمع شدن مایعات و اختلالات عضلانی کمک می کنند. اما تأثیر این ترکیب در سیستم ایمنی: خواص ضد قارچ عسل و سیر برای تقویت سیستم ایمنی بدن شما بسیار عالی است. هر دوی آنها برای افزایش بهبود دفاع بدن در برابر ویروس ها، باکتری ها و هر نوع عامل بیماریزای دیگر مناسب است. فواید سیر و عسل در درمان سرفه: چه سرفه شما از یک عفونت باکتریایی باشد و یا یک ویروس، هیچ چیز بهتر از شربتی نیست که با سیر و عسل خرد شده درست شده است. سوزشی را که احساس می‌کنید آرام می‌کند و همچنین به عنوان یک تحریک کننده خلط‌آور برای از بین بردن خلط عمل می‌کند. اما بهترین فایده ترکیب سیر و عسل افزایش بهبودی سرماخوردگی و آنفولانزای شماست. با مصرف مداوم این درمان می‌توانید تمام علائم سرماخوردگی و آنفولانزا را به طور موقت کاهش دهید. این ترکیب به مبارزه با ویروس ها کمک می کند و تولید آنتیبادی هایی که مسئول حفاظت از راه های هوایی شما هستند را تحریک می کند.
برای به دست آوردن تمام مزایایی که ذکر شد، مطمئن شوید که سیر و عسلی که از آن استفاده می کنید اصلی است. آسان است که عسل‌های ارزان را در فروشگاه‌ها پیدا کنید، اما اغلب آنها مواد مغذی ضعیفی دارند، زیرا 100% طبیعی نیستند و یا به آنها شکر اضافه می‌کنند. پس عسل طبیعی را از جایی که مطمئن هستید خریداری کنید. طرز تهیه معجون اسرارآمیز سیر و عسل. مواد لازم: 1 پیمان عسل شامل 335 گرم، 10 حب سیر، 1 ظرف شیشه دردار. روش آماده سازی: حبه های سیر را به قطعه های کوچک خرد کنید و یا آن را با یک دستگاه سیر خرد کن فشار دهید. عسل را به داخل ظرف شیشه‌ای بریزید و با سیر مخلوط کنید و خوب هم بزنید. در آن را ببندید و به مدت 1 هفته در مکانی تاریک قرار دهید. پس از این زمان شربتی غنی و سالم خواهید داشت که می توانید از آن استفاده کنید. اما چگونه مخلوط سیر و عسل را مصرف کنید؟ 1 قاشق غذاخوری قبل از صبحانه بخورید و یا آن را با 1 فنجان آب گرم مخلوط کنید و میل کنید. به مدت 7 روز این مخلوط را هر روز به صورت خام مصرف کنید. سپس چند هفته‌ای مصرف نکنید و وقفه ایجاد کنید و دوباره تکرار کنید. عسل و سیر را در دمای اتاق نگه دارید تا کریستالی نشود. توجه داشته باشید که اثرات این درمان بسته به عادات روزمره افراد متفاوت است. اگر شما همچنان به داشتن رژیم غذایی با چربی‌های اشباع شده، قندها و سایر غذاهای ناسالم ادامه دهید، مطلقاً چیزی تغییر نخواهد کرد. اما همینطور که قبلا هم اشاره کردیم، استفاده از عسل طبیعی در این ترکیب بسیار مهم است. پس با ما همراه شوید تا روش فوری تشخیص عسل طبیعی از عسل تقلبی را به شما آموزش دهیم. از هزاران سال پیش از خاصیت درمانی عسل در بهبود زخم‌ها، سوختگی‌ها و التهاب استفاده می‌کردند. لذا این ماده غذایی در طب سنتی جایگاه خاصی دارد. عسل به عنوان یکی از ارزشمندترین مواد غذایی به دلیل دارا بودن مواد مغذی از قبیل قندهای طبیعی، مواد عالی و معدنی، ویتامین‌ها و به ویژه تامین بخشی از انرژی روزانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و علاوه بر این در طب سنتی به اثرات درمانی عسل در بیماری‌های گوارشی، ضعف اعصاب، سرفه و از این قبیل اشاره‌ای شده است. عسل طبیعی علاوه بر شیرینی خاص دارای مزه و طعم ویژه‌ای است که فقط در عسل وجود دارد و عسل‌های مصنوعی فاقد این نوع مزه می‌باشند. عسل خالص و اصل به جز مزه شیرینی طعمی مطبوع دارد که بسته به گیاه آن فرق می‌کند، در حالی که عسل‌های نامرغوب و تقلبی و مصنوعی و صنعتی به جز مزه شیرینی چیزی ندارند. اگر درپوش عسل مدتی بسته باشد، هنگام باز کردن درپوش بو و رایحه مطبوع عسل طبیعی را می توانید استشمام کنید. هر نوع عسل طبیعی بوی متناسب با گل استحال شده از آن دارد. عسلی که بوی خاصی ندارد کمی مشکوک به تقلبی است. عسل طبیعی به سرعت در دهان آب می شود و پس از مصرف ایجاد انرژی می کند، در حالی که عسل غیر طبیعی طعم آب نبات می دهد. آب یک راه ساده برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی است. عسل را در آب سرد بریزید، خواهید دید که عسل طبیعی کاملا حالت چسبندگی خود را حفظ می کند و خیلی سخت و دیر در آب سرد حل می شود. اما عسل تقلبی سریع در آب حل می شود. یک راه دیگر برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی این گونه است که اگر عسل را داخل لیوان محتوی آب بریزید، چنانچه به صورت عمودی وارد لیوان پر از آب شده و در ته آن جمع شود و به سرعت حل نگردد، عسل مطلوب است. ولی اگر عسل هنگام ریختن در آب حل شود، از مطلوبیت و خلوص کمتری برخوردار است. تست عسل طبیعی از تقلبی با کبریت. اگر یک کبریت را روشن کرده و داخل عسل بیاندازید، می توانید تشخیص دهید که آیا عسل طبیعی است یا تقلبی. اگر کبریت روشن موجب آتش گرفتن عسل شد، یعنی عسل طبیعی است، ولی اگر عسل تقلبی باشد به سادگی آتش نمی گیرد. تست عسل طبیعی از تقلبی با نان توست. اگر عسل طبیعی را روی نان توست بمالید، نان بعد از چند دقیقه سفت می شود. اما اگر عسل تقلبی روی نان مالیده شود، نان نمدار خواهد شد. تست عسل طبیعی از تقلبی با زرده تخم مرغ. یکی از جالبترین روش های تست عسل طبیعی از تقلبی استفاده از زرده تخم مرغ است. عسل را با زرده تخم مرغ مخلوط کنید. اگر زرده خام شبیه زرده تخم مرغ پخته شد، عسل طبیعی است و در غیر این صورت عسل تقلبی است.
عسل طبیعی به دلیل داشتن دیاستاز بعد از مدتی تهنشین می شود و رس می زند. یعنی ذرات قند عسل متبلور می شود و عسل مانند روغن نباتی سفت می شود. تفاوت آن با شکرک زدن که در مربا ایجاد می شود این است که بلورهای عسل رس زده خیلی ریزتر از بلورهای مربای شکرک زده می شود. در مجموع عوامل محیطی از قبیل رطوبت، دما و ترکیبات عسل از نظر درصد بالای مواد قندی، آنزیم دیاستاز که باعث جذب ذرات موجود در عسل و تهنشینی و کدورت آن می شود، موجب پدیده شکرک زدگی می شود که این خاصیت در عسل‌های طبیعی دیده می شود. از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. امیدواریم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. لایک و کامنت های شما باعث دلگرمی ماست.